شما امروز احساس نیازی به برجام نمی کنید، چون بر اساس نبود آن حیات خود را شکل داده اید. خط و نشان سپاه برای برجام در روزی که مجلس به ظریف کارت زرد داد. در 60 دقیقه امشب میپرسیم صداهای مخالف مذاکره با آمریکا چرا بلندتر شدند؟ در ادامه برنامه امشب تلاطم در بازار بورس و ادامه اعتراض سهامداران، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار استعفا کرد. گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از بخش مراقبت‌های ویژه کرونا، کووید 19 چه تأثیری بر نظام ملی بهداشت بریتانیا گذاشته؟ و چشم هزاران مسافر به امضای بایدن، دولت جدید آمریکا فرمان ممنوعیت ورود اتباع ایران و چند کشور دیگر را لغو می‌کند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آخرین روز کاری خود در کاخ سفید را می‌گذراند، روزی که ایران برایش لحظه شماری می‌کرد. دولت جدید آمریکا که فردا قدرت را در دست خواهد گرفت، علاقه‌مند به بازگشت به مذاکره با ایران است. با این حال صداهایی که از ایران به گوش می‌رسد متناقضند. از یک طرف تشدید فعالیت‌هایی که مایه نگرانی غرب است، از غنی‌سازی اورانیوم و توسعه برنامه هسته‌ای گرفته تا برنامه موشک‌های بالستیک و تقویت حضور در منطقه. از طرف دیگر استقبال مقام‌های دولت حسن روحانی از فرصت احیای برجام، توافقی که بزرگترین دستاورد دولت به شمار می‌آمد. در این میان تندروهای نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای و در صدر آن فرمانده کل سپاه پاسداران که می‌گوید نیازی به برجام نیست. این سخنان دولت ایران را در چه موقعیتی قرار می‌دهد؟ هدف تندروها آیا از بین بردن هر فرصتی برای مذاکره است یا منتظرند تا دولت و ابتکار عمل در ایران را در دست بگیرند؟ دولت آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام به صداهایی که از ایران به گوش می‌رسد چگونه نگاه می‌کنند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان. واشنگتن یک روز مانده به مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا. پایتخت شکل و شمایل نظامی دارد. آثار حمله دو هفته پیش طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره همچنان پیداست. و هزاران کیلومتر دورتر از آمریکا، اینجا در ایران، آثار و پیامدهای اقدامات دونالد ترامپ همچنان مایه اختلافات سیاسی است. برای کسانی که بحث و دغدغه این روزهایشان نحوه تعامل با ساکن بعدی کاخ سفید است. شما امروز احساس نیازی به برجام نمی کنید، چون بر اساس نبود آن حیات خود را شکل داده اید. رزاق ما خداست. مشابه حرف‌های یک هفته پیشش، جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای در سخنان اخیر رهبر ایران هم جا داشت. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرد. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. اما همزمان حرفهای امروز سخنگوی دولت حکایت از عجله تهران برای آمدن جو بایدن به قدرت دارد. شرور ترامپ به پایان راه خود خواهد رسید و آمریکا رئیس جمهور تازه‌ای خواهد داشت. رئیس جمهوری که فرصت دارد تا نماینده‌ای برای صدای بلند مردم آمریکا برای تغییر رویه‌هایی باشد که حداقل در 4 سال گذشته موجب تحقیر، آشفتگی و انزوای آمریکا شدند. دولت روحانی این روزها از سوی طیفی از سیاستمداران تندرو زیر فشار است. امروز وزیر خارجه‌اش برای پاسخگویی به نمایندگان راهی مجلس شد و در نهایت 2 کارت زرد گرفت. یکی از محورهای سوالات نمایندگان از محمد جواد ظریف علت به گفته آنها تلاش برای مذاکره با آمریکا بود. آقای ظریف گفت از نظر رهبر ایران برجام نه هنوز بوی گند می‌دهد و نه دفن شده. شما بپذیرید که اگر حضرت آقا می‌فرمان
اینهایی که پشت میز مذاکره می نشینن همون تروریست های بغداد هستند. بنده که مجبورم در مقابل اینها بنشینم و با اینها گفتگو کنم، من همین رو درک میکنم و اگر لبخندی پشت میز مذاکره میزنم، اون لبخند برای این است که مقاومت مردم ایران رو در برابر زورگویی های اونها نشون بدن. یا زهرا سلام الله علیها. امروز نیروی زمینی ارتش رزمایش اقتدار 99 را در سواحل مکران شروع کرد. در روزهای گذشته هم سپاه مشغول برگزاری مانور بود با آزمایش موشک‌های بالستیک. شاید پیامی به واشنگتن که ایران برای هر برخوردی آماده است. آنچه داده ایم، کاهش تعداد سانتریفیوژها به 5060 سانتریفیوژ. برنامه تلویزیون حکومتی ایران درباره فراز و فرودهای برجام در گزارش مفصل 23 دقیقه‌ای که امروز پخش شد، گزارشی که در آن از عهدشکنی غرب گفته شد و صبوری تهران، لغو قطعنامه‌های قبلی، از اینکه توافق کلاه گشادی بر سر تهران بود یا مایه افتخار. یک روز بیشتر نمانده که این مرد قدرت را در آمریکا به دست بگیرد. هر چقدر مقام‌های ایران بگویند برای برگشت او به برجام عجله ندارند، جو بایدن خوب می‌داند که باید خود را برای دست و پنجه نرم کردنی سخت با ایرانی‌ها آماده کند، برای اینکه چه امتیازهایی بدهد چه امتیازهایی بگیرد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. علی نظری نماینده پیشین مجلس ایران و همچنین سردبیر روزنامه مستقل از تهران با ما هستند. آقای نظری، صحبت آقای سلامی رو دیدیم در گزارش فیروزه. هدف چیه از این صحبتهایی که میکنن، میگن که اصلا ما احتیاج به برجام نداریم؟ این باید چی به بالاتر که از سرش بکنیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مخاطبین محترم رسانه شما و همه عزیزان ایرانی در همه اقصا نقاط جهان که صدای بنده رو میشنوند. ببینید، در ارتباط با برجام باید عرض بکنم که ایران به عنوان یک طرف این معاهده بین المللی از ابتدا که مذاکرات 20 ماهه رو ما شروع کردیم کاملا متعهد بود. طی 20 ماه مذاکرات فشرده‌ای که ما از آذر 1390 اینا چه خب تاریخ و هممون میدونیم، الان به نقطه رسیدیم که آقای بایدن دارن وارد کاخ سفید میشن و علاقه مند هستن که با ایران مذاکره کنن. همزمان، بله بفهمید. عرض میکنم به هر حال ببینید، دولت ما، جناب آقای روحانی رئیس جمهورم بارها فرمودن، آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه و سکاندار دیپلماسی کشورم گفتن که ما به برجام پشت نکردیم و هر موقع که شرایط مهیا باشه ما به برجام برمیگردیم. این طرف امریکایی بود که به برجام پشت کرد و در زمان آقای ترامپ این تحریم‌های حداکثری باعث شد که به هر حال مردم آسیب ببینن. الان ما اگر بخوایم به برجام برگردیم، دولت ما گفته که ما هیچ مشکلی نداریم و آماده بازگشت به برجام هستیم. منتها این طرف امریکایی است. باید ببینیم که آیا آقای بایدن میتونن به هر حال از پس لابی هایی که در امریکا هستن و مخالف بازگشت امریکا به برجام هستن. پس آقای سلامی که الان دارن میگن که ما احتیاجی نداریم به برجام، همینطوری داریم به زندگیمون ادامه میدیم، این حرف ایشون پس چه معنایی داره اگر که ایران مایل مذاکره کنه؟ ببینید، من یه سوال دارم. رئیس دولت ایران کیه؟ رئیس جمهور آقای روحانی است. وزیر امور خارجه کیه؟ جناب آقای دکتر ظریف. ولی آقای نظری، همه میدونیم که دولت ایران اختیار چندانی نداره، مخصوصا در مورد مذاکرات هسته‌ای، و تصمیم نهایی رو آقای خامنه‌ای میگیره که حرفای خیلی زد و نقیض زده درباره بازگشت به مذاکرات، و موضع سپاه خیلی به موضع آقای خامنه‌ای نزدیکه. ببینید، ما عملا اون چی رو که در ایران در برجام به اصطلاح کسی که برجام رو امضا کرد وزیر خارجه بود. حالا درسته وزیر خارجه با صلاح دید رهبری و رئیس جمهور وارد این مذاکرات شده بود،
الان هم اون کسی که باید روبروی آقای بایدن در پشت میز برجام بشینه دولت ماست، رئیس جمهور ماست، وزیر امور خارجه ماست. البته خب ببینید جناهای دیگه که در حاکمیت هستن و صاحب نفوذ و قدرت هستن، ما الان ببینید در داخل کشور، در داخل ایران چند صدا داریم. به هر حال دولت، حامیان دولت، اصلاح طلبان، اینها حامی بازگشت به برجام هستن. خب از اون طرف هم ما تیپایی رو در مجلس داریم، در سایر نهادهای دیگه داریم که مخالف هستن. اما اون چی که به هر حال برای ما حجت هست این که رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت باید با آقای بایدن بنشینه و مذاکره بکنه. چند ماه بیشتر نمونده به پایان دولت آقای روحانی. با این صداها و فشارهایی که شنیده میشه از طرف تندروها و اصولگرایان با کارتهای زردی که به آقای ظریف داده شده، چقدر اصلا دست دولت بازه تا این در این چند ماه باقی مونده از دولتش بخواد سر مذاکرات رو باز کنه با آمریکا و دولت بایدن؟ به هر حال ببینید برجام الان به این شکلش، اگر ما بخوایم به برجام برگردیم، خب همونطور که شما در سوالتون فرمودید، بله در داخل صداهای پرقدرتی هست که مخالف بازگشت به برجام هستند و البته این مخالفت شاید فقط منحصر به حضور دولت آقای روحانی است. یعنی شما بعد از شهریور ماه که این دولت دیگه نخواهد بود و یک دولت دیگه در ایران رأس کار بیاد، هیچ مشخص نیست که همین اصولگرایان و تندروهایی که الان علم مخالفت با برجام رو گرفتن و امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با آقای ظریف کارت زرد دادن، اینها اون موقع شاید موافق باشن. بله من یک قرائتی رو در داخل کشور احساس میکنم که یک صداست که اونها میخوان وقت تلف کنن که در این مدت چند ماه باقی مانده از عمر دولت آقای روحانی و دولت دوازدهم عملا این دولت نتونه به میز برجام برگرده. اما سوال من اینه که اگر دولت اصولگرا بیاد، آیا باز هم همین تندروهایی که در داخل هستن اینها باز هم مخالفت میکنن با برجام، یا به قول آقای اکبر علمی برای بازگشت به برجام سر و دست میشکنن؟ چقدر حرفایی اما... که سپاه میزنه که ما احتیاجی به برجام نداریم انگیزه اقتصادی داره. میدونیم که به هر حال سپاه استفاده کرد از زمان آقای احمدی نژاد از تحریم ها، به قول خود آقای احمدی نژاد قاچاق میکرد، فعالیت های اقتصادی زیرزمینی داشت، میتونست نفت بفروشه. چقدر انگیزه سپاه از این که میگه ما تحریم نمیخوایم اینه که بتونه این فعالیت اقتصادیشو حفظ کنه؟ ما برجامو نمیخوام، عذر میخوام. ببینید برجام رو من باز هم عرض میکنم، سپاه یا هر نهاد دیگه که مخالف برجام باشن، عملا اون که باید به پای میز مذاکره برگرده دولت است. و الان صدایی که از دولت برمیاد، هم از آقای رئیس جمهور، هم از شخص وزیر خارجه جناب آقای دکتر ظریف، صدای دولت مشخصا به معنای بازگشت به برجام هست. با آقای روحانی هم صراحتاً گفت که ما حتی اگر بتوانیم یک ساعت هم زودتر این تحریم ها رو رفع بکنیم باید برگردیم و درنگ یک ساعت جایز نیست. ممنونم ازتون. علی نظری، نماینده پیشین مجلس ایران و سردبیر روزنامه مستقل. مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای فیتزپاتریک، شما صدایی که از ایران رو میشنوی، به گوش میرسه رو چطور میبینید؟ آیا مخالفت‌هایی که از سوی تندروها میشه برای مذاکره و بازگشت به برجام باعث نگرانی در طرف غربی؟ Well, first of all,
قبل از هر چیز باید واقعا لبخند بزنم و بگم که خیلی خوشحال هستم از این که بدونم که کشورهای دیگر اختلافهای سیاسی عمیقی دارند در داخل خودشون. برای کشور خود من ایالات متحده الان کاملا از نظر سیاسی به دو قسمت تقسیم شده، اما در هر زمان خاص فقط یک دولت در هر کشور داریم. من بخشی از این صحبت رو درباره این که تیم بایدن میخواد با ایران شروع کنه تعامل داشته باشه شنیدم، ولی اونا نمیتونن این کار بکنن چون الان قدرتشو ندارن. فرداست که قدرت رو به دست میگیرن و از فردا البته باید خیلی کارا بکنن، ولی خب از فردا خواهد بود که میتونه با دولت ایران، نه تندروهای ایران که هنوز در دولت نیستن، بلکه با دیگران صحبت کنن. البته طبیعتاً باید به همه این مانورهای سیاسی در داخل ایران توجه کنن و ببینن در چه موقعیتی قرار داره دولت ایران، اما به هر حال تلاش خواهند کرد که با دولت ایران گفتگو کنن و ببینن که یک راهی به جلو وجود داره برای بازگشت به برجام برای نفع هر دو طرف. این گفتگویی که میخوان بکنن از نظر شما چقدر اولویت آقای بایدنه؟ من نمیتونم بگم که اینو به عنوان یک اولویت در بالای فهرست اولویت‌های بایدن می‌بینم. بایدن در ابتدا باید خیلی سر و کله بزنه با مسائل داخلی، اقتصاد مشکلات بزرگی رو داره، بحث همه‌گیری کرونا هست. بعد وقتی به حیطه حتی سیاست خارجی هم نگاه می‌کنیم، فکر نمی‌کنم که ایران اولویت اولش باشه. احتمالاً کره شمالی اولویت اصلی باشه. بحث چین هست، بحث روسیه هست. اینها احتمالاً قبل از قضیه ایران هستن از نظر اهمیت، اما دولت بایدن میدونه، بایدن میدونه که این مقطع زمانی محدود رو داره تا با بتونه با دولت روحانی سر کار داشته باشه قبل از اینکه دولت روحانی تموم بشه، و بنابراین فکر میکنم که تلاش خواهد کرد در چارچوب این پنجره زمانی یک توافقی رو بهش برسه. این صحبت رو دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم امروز مطرح کرد، این که دولت روحانی فرصتیه برای آمریکا و آقای بایدن قبل از اینکه بره این دولت، آقای بایدن بخواد باهاش مذاکره کنه. چرا این تصور در غرب وجود داره؟ آیا این هنوز به این نتیجه نرسیدن که دولت مستقر چندان قدرتی نداره و تصمیم گیر نهایی آقای خامنه ای هست در این باره؟ Well, of course they realize the importance of the البته اونها واقف هستند به اهمیت رهبر جمهوری اسلامی، ولی خب مذاکرات بین دولت‌ها هستند. دولت‌های غربی هیچ کانال ارتباطی با رهبر جمهوری اسلامی که ندارن، مجبور هستن که با نمایندگانی که از جمهوری اسلامی نمایندگی میکنن صحبت کنن. ممکنه یک سری حرکت‌های باشه برای کانال‌های پشتی، مجراهای پشتی که بتونن بلکه با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنن، اما طوری که دیپلماسی عمل میکنه در حال حاضر باید از طریق وزارت خارجه ایران و رئیس جمهور منتخب ایران باشه. آقای فیتزپاتریک، در ماه‌های گذشته ایران فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو بیشتر کرده، همینطور فعالیت‌های نظامیش رو. به نظر میرسه برای اینکه بخواد دست بالا در مذاکرات داشته باشه یا خودش رو به اولویت دولت آقای بایدن تبدیل کنه، آیا این استراتژی در غرب هم بهش به این شکل نگاه میشه، یا اینکه شانس مذاکرات رو کمتر میکنه و نگرانی غرب رو بیشتر میکنه؟ Well, most analysts, myself included. بیشتر تحلیلگرها از جمله خود من این رو به چشم یک تلاش می‌بینیم از جانب مقام‌های ایران که بتونن به اصطلاح دست خودشون رو قوی‌تر کنن، اهرم فشار خودشون رو قوی‌تر کنن. روشنه که چنین هست. اما ایران ممکنه که یک مقدار در این زمینه اغراق کنه، یک مقدار در این زمینه زیاده روی کنه و اون وقت لطمه بخوره از این. اگر سطوح غنی‌سازی اورانیوم
طوری افزایش پیدا کنه یا همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش پیدا کنه اونطور که تهدید کردن، یا وقتی که میان مثلا نفتکش ژاپنی رو توقیف میکنن. اینها، این حرکت ها میتونه کار رو برای دولت بایدن برای بازگشت به برجام بدون هیچ پیش شرطی سخت کنه. همین الان هم فشار بسیار زیادی هست در ایالات متحده روی تیم بایدن که شرط‌های دیگری رو قبل از اینکه معافیت‌های تحریم‌ها رو دوباره برقرار کنه، شرط‌های دیگری بگذاره برای ایران در حیطه‌های دیگر. بنابراین این حرکت‌های ایران باعث میشه که این فشارها روی بایدن بیشتر بشه. بنابراین من فکر می‌کنم که ایران باید مواظب باشه که فشار رو بیش از حد زیاد نکنه، فشاری که از اون وقت از جانب دیگر محافل در آمریکا روی بایدن خواهد اومد. ممنونم ازتون مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک. کمتر از یک روز تا مراسم تحلیف و شروع ریاست جمهوری جو بایدن مانده، مراسمی که هیچ شباهتی به دوره‌های قبل ندارد. دو هفته بعد از حمله هواداران دونالد ترامپ به کنگره، حدود 25,000 نیروی گارد ملی برای حفاظت از مراسم تحلیف در واشنگتن مستقر شدند و در خیابان منتهی به کنگره هم به جای مردمی که به دلیل شیوع کرونا امکان حضور در مراسم را ندارند، 200,000 پرچم آمریکا نصب شده. خبرنگار ما سام فرزانه هم از واشنگتن با ما هستش. سام، چه خبر اونجا؟ شاید مهمترین خبر این باشه که بالاخره اون اتفاقی که نمیخواستند برای آمریکایی‌ها افتاد و اونی که مشخص شد که دست کم دو نفر از کسانی که در میان نیروهای امنیتی بودند که قرار بود محافظت بکنن از مراسم فردا، دو نفر از اونها مشخص شده که ارتباط داشتن با گروه‌های تندرو و اونها رو تصمیم گرفتن که از صف کسانی که قرار محافظ برنامه فردا باشن بیرون بیارن. احتمالاً این تعداد بیشتر هم خواهد بود اما به دلایل مختلف، اما دو نفر مشخصاً به دلیل نزدیکی به گروه‌های تندرو است. مدت هاست که در آمریکا صحبت از این میشه که امکان داره که گروه‌های تندرو در میان نظامیان آمریکا، نیروهای پلیس وجود داشته باشند و حالا مثل اینکه مشخص شده بعد از حمله روز ششم ژانویه به کنگره آمریکا مشخص شده که این حدس و گمانه واقعا وجود داشته. تعدادی افراد بازداشت شدند، همینطور اسمهاشون مشخص شده که سابقه حضور نظامی داشتن، سابقه کار در نیروهای پلیس رو داشتن و اینها در اون حمله دست داشتن. امروز اولین در واقع اتهام رسمی هم زده شده به کسی که به نظر میرسه که سردسته کسانی بوده که داشته برنامه ریزی میکرده برای حمله به درون کنگره. این فرد هم الان این اتهام به صورت رسمی به او زده شده و حالا باید به دادگاه بره. اتفاق مهم دیگه هم اینه که در مجلس سنای آمریکا سناتور مک‌کانل که تا حدود 25-6 ساعت دیگه همچنان رهبر اکثریت در سنای آمریکا هست، آقای مک‌کانل از حزب جمهوری خواه گفته که آقای ترامپ هم جز کساییه که مقصر بوده در اتفاقی که افتاد و در واقع میشه گفت که صحبت‌های او و دروغ‌هایی که تحویل مردم داده بود باعث شده بود که گروهی چنان به خشم بیان که حمله بکنن به کنگره آمریکا. آقای ترامپ گفته که در مراسم تحلیف شرکت نمی‌کنه. برنامه‌اش فردا چیه؟ آقای ترامپ به نظر میرسه که میخواد برای خودش یک برنامه مجزا رو بگیره در هنگام خروجش از شهر واشنگتن در پایگاه هوایی و قراره که اونجا یک فیلم هم داره که اون فیلم هم قراره که پخش بشه. فیلمیه که دیروز تصویر برداری شده و آقای ترامپ قصد داره که اونجا مهمانهایی داشته باشه، تعداد زیادی دعوت شدن. اما همین قبل از برنامه من خبرها رو که نگاه میکردم، مثل اینکه بلومبرگ در حال گزارش دادن، شبکه بلومبرگ، که بعضی از کسانی که دعوت شدن به این مراسم نمیرن، از جمله یکی از مهمترین اونها معاون آقای ترامپ مایک پنس است که در این مراسم شرکت نمیکنه. سناتور مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان در سنا و همینطور کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، او هم گفته که شرکت نمی‌کنه. ممنونم از سام فرزانه از واشنگتن. ماما
جو بایدن پیش از انتخابات وعده داده بود که اگر رئیس جمهوری آمریکا شود، فرمان منع ورود شهروندان ایران و چند کشور اکثریت مسلمان را لغو می‌کند. این فرمان را دونالد ترامپ 4 سال پیش در آغاز دوران ریاست جمهوریش صادر کرده بود. رئیس دفتر آقای بایدن این هفته تاکید کرده که او در ساعات نخست ورودش به کاخ سفید به این وعده عمل خواهد کرد. بهمن کرباسی مروری کرده بر صدور این فرمان و تاثیر آن بر زندگی ایرانی. دونالد ترامپ 4 سال پیش مصمم بود بلافاصله پس از ورودش به کاخ سفید هم به هوادارانش نشان دهد پای وعده هایش ایستاده و هم به مخالفانش پیام بفرستد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و او پایبند آداب معمول حکومتداری نخواهد بود. سختگیری به مهاجران به ویژه فرمان ممنوعیت ورود شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایرانیان به آمریکا یکی از اصلی ترین ابزارهای او بود. ممنوعیتی که سبب حیرت و اعتراضهای خودجوش و طرح دعاوی حقوقی از سوی بعضی ایالتها شد. رسانه های آمریکا بعدها از قول یکی از ضد مهاجرترین مشاوران آقای ترامپ نقل کردند که ایجاد بهد و سردرگمی در فرودگاه‌ها و برانگیختن خشم مخالفان هدف این حرکت ضربتی بوده تا خبرساز شود و حامیان ترامپ ببینند که او با کسی شوخی ندارد. این فرمان حمله به دموکراسی است. فرمانی برای مصرف داخلی که هزینه‌اش را مهاجران قانونی در خارج و خانواده‌هایشان در آمریکا پرداختند. به ویژه ایرانیان که آمارها نشان می‌دهد تا پیش از آمدن ترامپ بیشتر از جمع همه کشورهای دیگر در لیست ممنوع شده‌ها انواع روادید از دانشجویی و دیدار تا اقامت دائم گرفتند. معبود مقصودلو شهروند آمریکا و ساکن ایالت ویرجینیا و همسرش نینا در ایران از هزاران زوجی هستند که سهمشان از باهم بودن در 4 سال گذشته به خاطر فرمان ترامپ تماس‌های روزانه ویدیویی و سفرهای سالی یک بار معبود به ایران بوده است. برنامه ریزیشان برای تشکیل خانواده در تعلیق و سرنوشتشان گره خورده به آنچه در سیاست داخلی آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری گذشت. انتخاباتی که هر دو با بیم و امید با آن چشم دوخته بودند، چرا که رقیب آقای ترامپ قول داد در صورت پیروزی در همان روز اول آن فرمان را لغو کند. داده اون موقع افتادم که اولش یعنی همش استراب و مقرر داشتم که اولش که گفتن که این رئیس جمهور داره ترابل اگه بیاد یه جلوتر گفته بود خب ترابل بند داره مخصوصا واسه ایرانیا بعد اون استراب همینطوری بود حالا نمیدونستم که بایدن کمتر از 24 ساعت مانده به پایان ترامپ و آمدن بایدن پایان این جدایی نزدیک است اما خاطرات تلخ آن سیاست و سالهایی که از دست دادند باقی. من 4 سال پیش با نینا آشنا شدم، بلافاصله ازدواج کردیم و من از اون موقع تا الان دارم سعی میکنم که خانومم رو بیارم آمریکا. متاسفانه پرونده ما رو رد کردن و یه ایمیل فرستادن که به خاطر دستور فرمان ترامپ شما رو رد میکنیم و من اون روز از استراب زیاد تماس گرفتم با کنگره و وکیل مهاجرات و خود سفارت که این حتما یه اشتباهی بوده و لطفاً دوباره پرونده رو باز کنین و نگاه کنین. متاسفانه تا الان نتونستم خانومم رو بیارم، اون اونجاست، خب منم اینجام. متاسفانه به خاطر این سیاست و این فرمان ترامپ به ما اجازه نداده که به هم نزدیک تر بشیم، با هم زندگی کنیم. الان خیلی از ایرانی ها هستن که تو همین وضع مان و نتونستن که با هم باشن.
و یه گروه بزرگ هست در حدود 5000 نفر توی گروه فیسبوک Immigrants United من شرکت میکنم و کمک میکنم به اونایی که راهنمایی لازم دارن. فعال شدن بسیاری از ایرانیان آمریکا که زندگیشان به خاطر فرمان ترامپ دچار مشکل شد. بعضی مانند معبود برای نخستین بار پای صندوق رای هم رفتند. من برای اولین بار رفتم رای دادم، برای بایدن رای دادم و امیدوارم که بایدن بتونه یه مقدار از این مشکلات ما رو حل کنه و برای واقعا تمام ایرانیایی که تو همین وضع ما هستن یه خورده این قانونا رو عوض کنن که ما برگردیم به اون کشوری که به مهاجرت افتخار میکنیم که ما امریکا هستیم و این کشور مهاجراست و من امیدوارم که بایدن بتونه اقلن از نظر این یه دونه قانون رو بتونه درست کنه. عمر فرمان ممنوعیت ورود تا ساعتی دیگر با امضای جو بایدن به سر می آید. اما جبران میراث 4 سال مانع تراشی در راه مهاجران قانونی زمان و اراده سیاسی بیشتری خواهد طلبید. بهمن کلبسی، بی بی سی، نیویورک. در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به افت شدید ارزش سهام در بازار بورس تهران، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مقامش کناره‌گیری کرد. او در استعفانامه‌اش اقدامات سیاسی را عامل افت شاخص بورس دانسته. بعضی از منابع اما خبر استعفای آقای قالیباف اصل را تکذیب کردند. شاخص کل بورس تهران که اواسط مرداد به نزدیک به 2,100,000 واحد رسیده بود، از آن زمان تقریبا نصف شده و امروز 1,150,000 واحد بود. بهرنگ تاجدین در گزارشش میگوید دولت ایران در یک بازی باخت باخت قرار گرفته. روز از نو، تجمع سهامداران جلوی بورس از نو. ساعتی بعد نامه استعفای رئیس سازمان بورس پس از 9 ماه ریاست منتشر شد. در نامه حسن قالیباف اصل آمده به دلیل فراهم نشدن شرایط حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران استعفای خود را از هیئت مدیره و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مجدداً اعلام می کنم. من در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند این وظیفه را به عهده گرفتم. در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام شد، ولی به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد مسئولین به مباحث بازار سرمایه و افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ وقت دیده نشد. اعتراض‌ها به مدیریت بورس چند وقتی است بالا گرفته و یک روز قبل هم معترضان پرچم سازمان بورس را پایین کشیده بودند. خیلی از این افراد کسانی هستند که با افت شدید قیمت سهام در چند ماه گذشته شاهد از بین رفتن بخش عمده ای از پسندازهایشان بودند. یک سال پیش شاخص کل بورس تهران حدود 400,000 واحد بود. از آن زمان تا 19 مرداد امسال شاخص بیش از 5 برابر شد و به بالای 2,000,000 واحد رسید. ولی در 5 ماه گذشته تقریبا نصف شد و تا 1,150,000 واحد پایین آمده. فعالان اقتصادی انتظار داشتند با ادامه روند موجود تو اقتصاد ایران یه تورم خیلی شدیدی اتفاق بیفته. البته هیجانات هم چاشنی ماجرا شد و تشویق و ترغیب دولت هم مزید بر علت شد تا بورس به شدت رشد کنه. ولی الان با تغییر رئیس جمهور آمریکا و البته یه سری کارهایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی انجام داده، اون چشمانداز ابرتورمی فروکش کرده. بنابراین قیمت همه دارایی‌ها و از جمله سهام شرکت‌ها داره افت می‌کنه. بازار سرمایه منتقدان اصولگرای دولت در مجلس سوء مدیریت دولت را عامل افت شاخص می‌دانند. یک روز پس از درخواست نایب رئیس مجلس از رئیس قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان، رئیس مجلس گفت با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برخورد می شود. نمی شود پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم ارزش کند. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس
به کمیسیون اقتصادی احضار شده اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد. اعتراض ها به سقوط بازار سهام تا حدی یادآور اعتراض های مالباختگان مؤسسات اعتباری است، بحرانی که در نهایت به دخالت دولت و بانک مرکزی منجر شد. دولت اون موقع جمع کردن ماجرای اون مؤسسات رو به عنوان یکی از موفقیت های خودش معرفی میکرد، ولی اقتصاددان ها بارها گفتن که اون کار واقعا با موفقیت انجام نشد، چون اومدن با ایجاد یه حجم زیادی از نقدینگی های جدید که معناش تحمیل تورم به کل جامعه است، ضرر و زیان بخشی از مردم رو جبران کردن. البته اون تجربه هم شاید به کسایی که میخواستن وارد بورس بشن این سیگنال خطرناک رو داد که حتی اگر هم ضرر کردی دولت میاد پولشو میده. دولت حسن روحانی روی فروش سهام برای تامین هزینه هایش در بودجه امسال و سال آینده حساب ویژه‌ای باز کرده، ولی حالا با سقوط قیمت ها در مخمصه افتاده. اگر با روش هایی مثل تزریق پول به بازار بخواهد قیمت ها را بالا ببرد، کسری بودجه تشدید می شود. اگر به فروش ادامه بدهد، صدای اعتراض ها بلندتر می شود. بازی باخت باختی برای دولت، سهامداران خرد و شاید کل اقتصاد ایران. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره علیرضا صلواتی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران از لندن با ما هستند و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه اقتصاد از یورک در بریتانیا. آقای گوهردانی نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران، توسعه انقلاب و خشونت سیاسی هم هستند. آقای گوهردانی، رئیس سازمان بورس گفته که اقدامات سیاسی باعث افت بازار شده. شما چقدر دخالت دولت رو در این باره موثر میدونید؟ بحث اساسی اینه که این سیاسی شدن اجتناب ناپذیره. یعنی دولت، همونجوری که ترامپ هم روی بازار بورس امریکا سرمایه‌گذاری کرده برای انتخاب شدنش، متاسفانه در همه جوامع به نسبت‌های مختلف بازار بورس و سایر بازارها اقتصاد و سیاسی میشه. و آقای روحانی در یه مقطعی خو از افزایش ارزش بازار استفاده کرد و برای تبلیغ دولتش، و الان سکوت کرده و الان دشمنانش دارن استفاده میکنن. این که مشکلات جامعه ماست که همه پیدا از جمله بورس سیاسی شده، ولی ما اگه بخوایم غیر سیاسی مسئله نگاه کنیم، ببینیم مسئله هم یه بخش به مسئله اصلی نابالغ بودن و غیر حرفه‌ای بودن بازار بورس هست. و راهی جز این وجود نداره که بازار بورس روش استقامت داشته باشیم و نقص‌هاش رو اصلاح کنیم، چون ما راه جز بانک یا بورس برای تأمین مالی نداریم. و همونجوری که در گزارش شما هم بود، تأمین مالی شرکت ها اگه از طریق بانک ها بگیری با بحران مواجه شد، با بورس هم با بحران مواجه شد. و راه جز بله. آقای صلواتی، نظر شما چیه؟ من دوست دارم که اول دو تا نکته رو مشخص بکنم. یکی این که با کل بازار بورس الان در مورد وقتی که براش نگاه میکنیم که چه اتفاقی براش افتاده، میبینیم که حجم افزایش خیلی، افزایش شاخص خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی بودش که به نظر میومدش. ولی من میخوام که این رو تاکید بکنم، این دو تا نکته‌ای که در نظر داشتم. یکی این که بحث مالباختگی، ما باید بدونیم که بحث مالباختگی چی هستش. من توی خبرها این کلمه زیاد استفاده میشه، من نمیدونم معنی این چی هست. شما وقتی وارد بورس میشید، یک سری سازوکار، یک سری از قواعد رو در نظر میگیرید، همونطور که در سودش با کسی شریک نیستید، نمیتونید ضررش رو بخواید که با دیگران شریک بشید. ولی وقتی که این نکته رو گفتیم، ما بحث مال باختگی رو گذاشتیم کنار، مثلا زوم در روزی که واکسن فایزر معلوم شدش 77% سقوط کرد، میشد مثلا مال باختگان یه چیزی به نام مال باختگان برن جلوی بورس لندن یا بورس نیویورک تجمع بکنن. ولی مشکل از کجا درست میشه؟ این نکته دومیه که من میخوام عرض بکنم.
مشکل از اونجا درست میشه که دولت برای اینکه مشکلات مالی خودش رو حل بکنه به درستی به سمت بورس رفته. اینجا هیچ مشکلی نیست، ولی شما نمیتونید برای مثال، چون من نمیخوام برم تو بحث فولاد که یکم سخت پیچیده بشه، خیلی ساده میگم، شما ایران خودرو رو انگاری که بفروشید، بعد از اینکه ایران خودرو رو فروختید بیاید قیمت گذاری بکنید و بگید که دیگه شما اجازه ندارید پرایدی که تا دیروز میفروختید 100 میلیون تومان امروز بفروشید بیشتر از 15 میلیون تومان، سهام سقوط میکنه. و اتفاقی الان افتاده اینه که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام وارد شده و تمام سهامی که الان در اون صندوق ها بر اثر قیمت گذاری ریخت پایین، قیمت ها بر روی ایش زیر 5 شده، همه اون رو داده به قیمت مفت میخره. ولی آقای گوهردانی و آقای قالیباف و یا امثالهم چون نمیتونن در مورد اینکه رهبری در تاریخ آبان 98 به صراحت از بورس دفاع کرد در مورد اون حرفی بزنن، یا در مورد ستاد اجرای فرمان امام کارهایی که داره با آقای دکتر دژپسند و وزیر اقتصاد در انجام میده، چون نمیتونن در مورد اون حرف بزنن، خب مرغ عزا و از عروسی بهتری از روحانی نداریم. دولت ناکارآمد، دولت بسیار ضعیف و مزبزبی که خب اینجور فرصت ها را هم فراهم میکنه که منتقدان ازش استفاده کنن. آقای گوهردانی پاسخ شما چیه؟ به هر حال حسن روحانی و دولتش گفتن که بورس مورد حمایت جدی شونه و از بورس سیانت میکنن، الان مردم احساس میکنن که پشتشون خالی شده، کسایی که ضرر کردن. بحث اقبال مردم به بازار بورس ناشی از این نبود که فراخوان از دولت آقای روحانی نبود، بلکه مردم چون از بازارهای دیگه، اگه یادتون باشه دو سال پیش بازار بورس، بازار ارز هم دچار همین بحران شده بود، یعنی ناگهان بعد از تحریم دچار یه التهاباتی شد، مردم عادی هم با سرمایه‌های خردشون. برای اینکه جامعه ایران مسئله اساسی اینه که چون یه انتظارات تورمی و تورم بالاست، اونم بنیانش برمیگرده به کسری بودجه، کسری بودجه هم برمیگرده به مسئله بحران مشروعیت 200 ساله تاریخ ایران، به خاطر اینکه مردم پناه بردن به بازار بورس. اینجوری نه، اگه فراخوان آقای روحانی کارگشا بود همون موقع در مسئله بازار ارز، اینا ده ها بار فراخوان کردن که بازار ارز کاهش پیدا خواهد کرد، نکرد در اون بحران. یعنی مردم اینجوری نیست که حرف آقای روحانی گوش کرده باشن وارد بازار شده. آقای روحانی به دولت بعدن استفاده کرد برای اینکه سهام شرکت های دولتی رو اونجا بفروشن و کسی بودجهشون رو حل کنن. بنابراین مسئله اصلی ما اینه که ما به طور ساختاری دچار جامعه کوتاه مدت هستیم به خاطر بحران مشروعیت، و مسئله مون رابطه مون با غرب و مشکلات دیگه مون چون نمیتونیم حل کنیم، دچار تناقض ها هستیم، این باعث میشه که مردم به بازار بورس یه بار پناه میبرن، یه بار به بانک پناه، به مؤسسات اعتباری، به همه ها به بنبست میخوره. آقای سراباتی به نکته جالب اشاره کردن آقای گوهردانی، خیلی از کسایی که الان وقتی بورس پایین اومده، کسایی که سرمایه گذاری کرده بودن، میگن که به خاطر حرفای آقای روحانی، به خاطر حرفای دیگر مقام ها رفتن سرمایه گذاری کردن در بورس. اصلا چرا باید اعتماد بکنن وقتی که قبلا صحبتی شده در دولت که مثلا قیمت ارز میاد پایین و هیچ وقت پایین نیومده؟ چرا اصلا باید این سرمایه گذارها به حرفای دولت اعتماد کنن؟ این اپروچ رو من اصلا قبول ندارم. این اپروچ که کسی تمام ثروتش رو بر اساس یه صحبت مقامی توی یه جایی بذاره، همون مقام مسئول بارها در مورد بازارهای دیگه هم صحبت کردن و مردم پول رو اونجا نبردن. یعنی این اپروچی که آقای گوهردانی داشتن در مورد اصلا رونق گرفتن بازارها با تبلیغات و حرفای شعاری و اینا که شکل نمیگیرن. اون موقع که بورس رشد کرد، اتفاقی که افتاد اینه که ارزش ریالی اون مجموعه، ارزش ریالیش رفت بالا، برای اینکه ریال قیمتش اومد پایین. الان هم که دلار داره قوی میشه، همون اتفاقی که من در خدمت شما بودم حدود هفت سال پیش اون موقع که آقای روحانی اومد، دلار وقتی که داشت تقویت میشد، دوباره بورس تهران همین اتفاق رو داشت براش اتفاق میافتاد. این چیز خیلی پیچیده‌ای نیستش. از طرفی هم که گفتم این زد و بندهای اقتصادی هم هست که الان قیمت‌ها خیلی‌هاشون حباب منفی گرفتن. ببینید، من وقتی که شاخص 170 هزار تا بودش،
و دلار 18000 تومان بود، گفتم که بورس وضعیت خوبی داره، نه به خاطر چیز، به خاطر اینکه اون ارزش دارایی ها به ریال بود و اون وقتی به دلار تبدیل می‌کردی قرار بود بره بالاتر. وقتی رسید به نزدیک 2 میلیون، من حدود 1,450 از اون موقع شروع کردم در مورد ترکیدن حباب ها، در مورد نسبت پبروی ای، در مورد قیمت دلار، در مورد انتخابات آمریکا. اینا همش فاکتورهایی هستن که روی زمین تاثیر میذاره. خب و من فکر نمی کنم به خاطر حرف کسی که 30 میلیون ها تومن پول ببره یا بیاره، ولی بهونه داده شده. الانم رفتن اونجا جمع، من همچین اپروچی، همچین چیز، مگر اینکه اعتراض بکنم بگن شما چرا پولات ها رو وقتی که دولتی بود قیمت گذاری نداشتید، وقتی بخش خصوصی فروختید به صندوق ها فروختید قیمت گذاری دستوری کردید، سهام الان اومده پایین و اونی که پول زیاد داره، یعنی مثلا ستاد اجرای فرمان امام یا بنیاد تعاون سپاه، شروع کردن این سهامایی که الان نصف قیمت شده رو به قیمت خیلی خوب دارن میخرن. بله اشاره کردید به این مسئله، و فقط اجازه بدید که خیلی کوتاه آقای گوهردانی، الان کسایی که خسارت دیدن با سرمایه گذاری در بورس، آیا راهی هست که این خسارتشون جبران بشه؟ بله، به نظر بحث اساسی همونجوری که گفتم مسئله غیر حرفه‌ای بودن این سرمایه گذاران هست که الان هم همه کسایی که تحلیل تکنیکال میکنن قائلند که اون شرکت، اکثر شرکت هایی که در ایران فعال هستن داره ارزش دارن و الان فقط به خاطر ترس از این کاهش قیمت دلار هست که از همه دارن فرار میکنن از این. یعنی این بحث ترس و طمع این سرمایه گذارا هست که باعث فروش شده و این رفتار توده‌ای اونهاست. به این از طریق اطمینان هایی که دولت، یعنی دخالت دولت در بحران، بله، حتی در غرب اجتناب ناپذیره. اونجا هم دولت میتونه تزریق نقدینگی بکنه و اوراق بیمه ای رو که میتونه سهام اونها رو به قیمت اولیه‌شون شرکت های دولتی ازشون بخرن یا با نرخ بهره 20% که تضمین بشه که اینا ضرر نکنن. هر کدوم از این دو تا آپشن، یعنی دخالت دولت، به هر حال اجتناب ناپذیره. ما در دنیای توسعه‌ای هستیم، بله، دنیایی که توسعه نیافته است دخالت بله. اجازه بدید آقای سراباتی، شما سرتون رو تکون میدادید، مخالفید با حرفای آقای گوهردانی. 30 ثانیه خیلی کوتاه لطفا. الان من مثلا 100 میلیون تومان پول اضافه داشتم، رفتم یه سهامی رو خریدم، الان اومده پایین، میگن که دولت بدین رو جبران بکنه. یعنی چی؟ یعنی اون پولی که قرار بوده مثلا برای یه دونه شهروند عادی مثلا یه مایحتاج اولیه تامین بشه، برای کسی که رفته توی بورس ریسک کرده برای اون و بدون اینکه کارشناسی بکنه، بدون اینکه بالا خواست قمار بکنه، حالا ما می‌خوایم جواب اون رو بدیم. من فکر می‌کنم دولت اصلا مسئول اینجور بازی ها نیست، اجازه همچین بازی هم نداره، ولی باید جلوی فساد رو هم بگیره. اینطور نیستش که شما مثلا فساد ایجاد بکنید، راند ایجاد بکنید، دستوری قیمت گذاری بکنید، بازی بکنید با پول مردم. این کار خلافه، این کار فساده، در همه دنیا هم فساده. متشکرم. اجازه بدید فقط یک جمع‌بندی آخر آقای گوهردانی، فقط 30 ثانیه پاسختون، خیلی کوتاه. تحلیل آقای سلواتی مشکلش اینه که یک سرمایه‌گذار عادی در شرایط وضعیت عادی رو نگاه میکنه، در حالی که ایران تحت بحران تحریم‌ها بوده و سرمایه‌گذار فرار کرده به بازار بورس و عاقلانه انتخاب نکرده بازار بورس رو. بنابراین در این شرایط شما باید این سرمایه‌گذاری که فراری هست و روانشناسی خاصی هست، حتی در جوامع غربی هم اینها رو حمایت میکنه از سرمایه‌گذاران خوب، دولت بخواد. عصر میخوام آقای سلواتی، متاسفانه فرصت بیشتری نداریم، حتما در آینده بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه، علیرضا سلواتی و فرهاد گوهردانی. بریتانیا یکی از کشورهایی است که این روزها با موج دوم همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، موجی که آمار و ارقام نشان می‌دهد از موج اول شدیدتر است. بیمارستان رویال لندن به بی بی سی اجازه داده که به صورت اختصاصی از بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بازدید کند و از نزدیک ببیند اوجگیری شیوع کووید 19 چه تأثیری روی این بیمارستان و کلاً نظام ملی بهداشت بریتانیا موسوم به NHS گذاشته. فتانه فرج‌اللهی در این گزارش اختصاصی با پزشکان و پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گفتگو کرد. روز از نو با دشمنی آشنا، مبتلایان به کووید بیشتر و
قربانیانی افزونتر. کسان دیگری هستند که باید به این ورطه خیره شوند تا چشمان ما از رویارویی با آن در امان باشد. مثل هانا، مدیر سردخانه بیمارستان رویال لندن، عضوی از یک تیم کوچک 5 نفره که مسئول رسیدگی به پیکر صدها بیماری هستند که جانشان را در این همه گیری از دست دادند. آدم چطور میتونه خودش رو آماده این بکنه که مردم همینطور بمیرن و بمیرن و باز هم بمیرن؟ هرچند این وظیفه ماست و هر روز کنار بقیه غذا میخوریم، دیگه این حجم تلفات اثرش رو روی ما گذاشته. شبیه تسمه نقاله به نظر میاد؟ آره، به نوعی بله. دوست ندارم از این زاویه بهش فکر کنم، اما بله. تقصیر کسی نیست. بله. نتیجه همه‌گیریه. خیلی باید ببخشید. میدونین من سال هاست که این کارمه. وقتی کسی بهتون میگه چه احساسی بهت دست میده، این حسیه که دارم. تراوش تلاطم درون. و ما همچنان تشنه دیدن ظاهری قوی هستیم، چهره دلیر در کسانی که از طرف ما در بیمارستان‌هایی که هر روز پرتر می‌شوند با ویروس می‌جنگند، از جمله بیمارستان رویال لندن. چند طبقه مریض کووید داریم؟ یک سری مریض طبقه 3 و 4 داریم. این بخش که تا اون طرف ادامه داره 29 نفر بستری‌اند. طبقه 6، 7، 8. یه مریض کووید 19 دیگه اینجاست. طبقه 9. یکی دیگه اینجا. 10، 11. دوباره تا اون یکی طرف 29 نفر دیگه. 12، 13. این سومین بخش ماست با 31 مریض. و طبعاً این طبقات بالا. هر 4 این بخش‌های 4 هم مریض کووید بستریه. طبقه 14 و 15. جمعاً 12 طبقه. 12 از 15، بیشتر از 400 بیمار و پرسنل به تعداد کافی نیست. بعض جنون آوری است. علی‌رغم همه داروها و تجهیزات مدرن، روش ساده‌ای مثل غلطاندن دوره‌ای بیمار مبتلا به کووید یا روی شکم خواباندن می‌تواند به ورود اکسیژن به ریه‌های زخم خورده کمک کند. به نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای نیاز است. برگرداندن و برگرداندن و برگرداندن هر روز پس از دیروز. و در میانه این طوفان دکتر ماری هیلی هم مدیر است و هم دوستی برای همه. او برای کسانی که علی‌رغم تأثیری که همه‌گیری روی سیستم بهداشتی بریتانیا گذاشته، کمتر به رعایت فاصله اجتماعی و ماسک زدن اهمیت می‌دهند، فرصت تأمل ایجاد می‌کند. فکر میکنم عموم مردم میخوان کار درست انجام بدن، ولی احساس میکنم کاملا سطح مشکل رو درک نکردن. فکر نمیکنیم براشون مهم باشه. فکر میکنید مردم متوجه میزان فشار نیستن؟ نه. فشاری که روی همه کسانی که کار میکنن تو این بیمارستان و همه جای کشور؟ مطمئنم که متوجه نیستن. به نظرم اگه میدونستن از رعایت توصیه ها دریغ نمیکردن. قبل از بحران کرونا بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رویال لندن ظرفیت پذیرش 44 بیمار را داشت. بعد از شروع همه‌گیری این ظرفیت را تا 2 بالا بردند و زمان اوج بیماری در تابستان پذیرای 88 بیمار بودند. امروز 140 بیمار اینجا بستریه، بیش از 3 ظرفیت اولیه این بخش و این تعداد هر روز بالاتر میره. فشار زیاد روی همه هست، روی تمام پزشکا، روی نرسا، مخصوصا روی نرسا که خب ما همیشه یه مریضی که به دستگاه تنفسی وصله یه نرس باش هست، ولی الان به مرحله رسیده که یه نرس اینتنسیو که از 4 مریض مواظبت میکنه و خب کسای دیگه اومدن که دارن کمک میکنن به ما. گروه های مختلف اومدن، حتی جراح ها و تمام پزشکای دیگه از
جاهای دیگه بیمارستان اومدن دارن به ما کمک میکنن، کارهای نرسا رو انجام میدن و به ما تو کارهای پزشکی هم انجام میدن. بازگشت به بخش. سطح اکسیژن یک بیمار مبتلا به کووید به شدت سقوط کرده. 25 ساله است. باید سریع روی شکم خوابانده شود. اما ممکن است مراقبت‌های تخصصی بیشتر در یک مرکز حمایت حیاتی برون پیکری برای اکسیژن کردن خونش با ریه مصنوعی لازم باشد. در حالی که کتی مک‌گلاین پرسنل را برای زنده نگه داشتن بیمار هدایت می‌کند، دکتر پرجام ذوالفقاری که موج دوم کووید 19 را با وجود نظرهای مخالف پیش بینی کرده بود، با بیمارستان پپورث در کمبریج تماس می‌گیرد. اما خبر بدی است. فشار واقعا زیاد است و اینجا تخصص این تیم حرفه‌ای خودش را نشان می‌دهد. یک نفس راحت. بالاخره اکسیژن کافی به ریه های بیمار می رسد. کتی پزشک مراقبت های ویژه نیست. متخصص بیهوشی است که مثل جراحان، متخصصان اطفال و ایمونولوژیست ها در این بحران مخوف کرونا به کمک آمده. چقدر نگران بودی؟ الان حالم بهتره. همینطور عرق می‌ریزم. دلیلش هم فقط تجهیزات حفاظت شخصی نیست. مسئله اینه که مریض جوون، خانواده و بستگان داره، با ارزشه و ما داریم سعی می‌کنیم نگهش داریم و خوبش کنیم. آره، خیلی ترسناکه. ترسناک. کلمه‌ای که معرف موج دوم کووید برای NHS است. دلخراش، تعریفی دیگر. ماری هیلی بیمار 28 ساله‌ای را ویزیت می‌کند که هیچ بیماری زمینه‌ای ندارد، اما بیشتر از 3 هفته زیر دستگاه تنفس مصنوعی بوده. خیلی آزاردهنده است. در این مرحله عارض خیلی شدید و جدیه. یکی از بستگانش هم در بخش مراقبت‌های ویژه است. He's also got other family members in critical care as we speak. وقت تماس با همسرش است. نه، میدونم حالش خیلی بده و ممکنه جون سالم به در نبره. خیلی متاسفم که باید اینو بگم. میدونم عزیزم، میدونم نگران نباش. هر کاری که از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم. خیلی سخته، چون خیلی مشکله، چون خانواده بیچاره زیر فشار روحی زیادی رفته. خیلی هم مهربونن که این کارو سخت‌تر می‌کنه. تراوش آشفتگی درون. باران آینه اشک‌های اخیر شمیمه برای خانواده‌اش است. وقتی به تماس ماری جواب داد که همسرش برای زنده ماندن می جنگید. فتانه فرج‌اللهی، بی بی سی. ممنون که در این 60 دقیقه با ما همراه بودید.